جان می فرساید و کوه نیز و زندگی نیز. این دشت، دشت ها و بیکران زمین سالان سالان سال فرسودند، پاییدند و ماندند تنها بدان که رویا بدارند بذر حیات کوته انسان را و حماسه جاودانش را، عشق را. و اینک تکرار قصه‌ای که از زبان دیگر نامکرر است، قصه عشق، عشق مراد و عشق مریم، بذری شیرین. اجازت نکن کمال حرف بزن، جنس رو شکارش کردی. یلا جنس رو کجا مخفی کردی؟ مگه جون سیر شدی؟ الان رقص تموم میشه، حرف بزن. اصلا آقا گفته چیزی نه، برو کنار. اجازت نکنی یا حرف بزنی کمال. داداش باید یک کاری داشتم. چقدر پول میخوای؟ ماشین بیژن از دره پرت کردم، داغون شد. همون مستنگ آبیش؟ آه. بیا بقلم جان، ده جون بکن، حرف بزن. تو برو، من الان میام. راستی چی شده داداش؟ دروغ نمیگم، قسم میخورم که مرد مرد حیف که تو خیلی احمقی. تو داری با زندگی خودت بازی میکنی. تو خیال میکنی اگه همینطور ادامه بدی بالاخره من حرف تو باور میکنم؟ نه ولی کمال جون تو کور خوندی. قاسم به این آسونی 600 هزار تومانه به باد نمیده و بیشتر از اینم حوصله ندارم با تو سر کله بذارم. فردا میرم سراغ اصغر، اون بزدل بیشعور رو به حرف در میارم. احمق بیشعور، اقلا میخواستی یه قصه ای به هم ببافی که بشه باور کرد. این خیلی مسخره است، این توهینه، توهین به شعور من. مراد اون بدبخت دیدن سایه من به لرزه در میاد. چرا همتون اینجوری به من نگاه میکنیم؟ درسته که من یک خود محصم، ولی خوب میفهمم که چی کار میکنم. و شما هم اینو فراموش نکنین که من به همه شما خوب میرسم، تا اونجا که ممکنه به وضع همه شما رسیدگی میکنم. در عوض دلم نمیخواد کسی از پشت بهم خنجر بزنه. من یه نفری که باش قول و قرار گذاشتم، باش نون و نمک خوردم، به این آسونی نمیکشم. اون احمق با اون اسقر نمکراس به من کلک زدن.
600,000 تومان جنس رو مخفی کردن و این قصه بچه گونه رو برای من جور کردن. مراد چپونه گنج دره کجا و من کجا؟ آخه اون چه مرگشه که بیاد بر علیه من با مامورین همکاری بکنه؟ شما کدومتون این قصه رو باور میکنین؟ حرف بزنین. تو بگو. داداش میخواستم ببینم اون پول به من میدی یا نه. چقدر میخوای؟ 40,000. مگه ماشین رو چیکار کردی؟ با بیژن شرط بستم. آخه اون جلو همه بچه خیلی برام باد کرد. منم تصمیم گرفتم جلو همه بادشو خالی کنم. بهش گفتم من پشت رول ماشین میشینم، تو هم کنارم. بعد میریم به طرف پرتگاه. هر کی زودتر پرید بیرون باید برای همیشه خفه بشه. بیشور 50 قدم مونده به پرتگاه پرید بیرون، اما من ادامه دادم. وقتی که پریدم بیرون، دوتا چرخ جلو سرازیر شده بود. باور کن راست میگم، به خدا چاخان نمیکنم. از هر کی میخوای بپرس. اشکالی نداره، فردا برو بشه علیرضا ترتیبشو میده. متشکرم دادش. من میرم بخوابم. فردا بعد برم سراغ اصغر. برو ببینم چیکار میکنی. اینا ای روزگار، فردا خیلی کار باز بکنم. آخ که دلم میخواست تا آخر آن من بودم و تو بودی و این جای راحت. بیا برچه قدم با وفا باشه، ولی خودشو بیشتر از تو دوست داره. ممکنه یکی دو ساعتم زجر بکشه و تحمل کنه، ولی بعد طاقتش تموم میشه. خودت میدونی که این ایوون ساعت ها آب نخورده و خیلی تشنه است. بنابراین واسه خوردن آب این 2-3 قدم کوتاه به طرف سد ور میداره، اون وقت زندگی تو هم تموم میشه. تو اصری زندگی تو به خاطر 600,000 تومان بفروشی؟ قاسم باور کن که تو اشتباه میکنی. تو کمال به ناکشی، حالا بازم میخوای اشتباه رو تکرار کنی. حقش بود تو به جای کشتن کمال مراد بیدش میکنی تا به ثابت میشد که من راست میگیم. مراده حرکت کنید به طرف ماشین. راستی تو و کمال فکر میکردین ممکنه این افسانه رو باور کنم؟ مراد چوپون گنج دره، پسر بچه‌ای که از سایه من مثل همه مردم این اطراف به لرزه در میاد، بدون هیچ سابقه‌ای علیه من با مامورین همکاری بکنه. واقعا که خیلی من احمق دونستی. از درس اینکه به چنگ مامورین بیافتین پا به فرار گذاشتین و کاروانو با 600,000 تومان جنس تو کویر ول کردین، کدوم آدم عاقلی رو باور میکنه؟ نه حقیقت این نیست. حقیقت اینه که جنس رو یه جایی مخفی کردین و بعد این قصه رو با هم بافتین و خیال کردین که منم بعد از یه خود جر و بست نرم میشم و باور میکنم. ولی همونطور که کمال جونش از دست داد، تو هم تو همین چاله به وسیله این اسب خفه میشی و آرزوی 600,000 تومان رو به گور میبری. دست نگرده قاسم، اون حقیقت رو به تو گفت. اگه تو باید کسی رو مقصر بدونی اون منم. تو؟ بله من، مراد چوکون گنج دره، کسی که از سایه ای تو به لرزه میفته. آخه برای چی؟ برای ظلمی که این اطراف کردی، برای اذیتی که به مردم اینجا کردی. و تو از این مردم میخوای دفاع بکنی، از این مردمی که تو رو بین خودشون قبول ندارن و حالا اینجا یکه و تنها پیدات شده. مثل این که باید جوان شجاعی باشی. ولی اگه میخواستی با من طرف بشی، چرا خودت مثل حالا جلو نیومدی ها؟ برای اینکه هیچ کس حق نداره قانونو به دست بگیره. اگه من خودم با تو طرف میشدم، اون وقت فرق من با تو که یه قانون نشناسی چی بود؟ و حالا، حالا چطور؟ بدون اسلحه، بدون پشت و پناه، شاید فکر کردی که میتونی حریف من بشی؟ اومده خودت باش. ولش کن، اونو من باید بکشم، من باید از بین ببرمش. Hey! 100 people going on a 100 people man!
queen. Count a Mississippi down in New Orleans. I said, hey, yeah. I said, hey, yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. Well, come on, take a stroll down the Bayhead Street. Listen to the music with the Dixieland beat. Yeah, baby. Magnolia blossoms smell so sweet in the air. Yeah. Yeah, you ain't been to heaven if you ain't been there. Every southern belle is a big queen. Down in Mississippi, down in New Orleans. Yeah. یعنی چی؟ من دارم میرخصم خفه شو اصلا کی به تو اجازه داد با من این برخصی؟ گم شو Mississippi down in New Orleans. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. Well, come on, take a stroll down the Behnam Vedadi Street. Listen to the music with the Dixieland beat. Yeah, baby. Magnolia blossoms smell so sweet in the air. Yeah. Yeah, you ain't been to heaven if you ain't been there. Every southern belle is a Mississippi queen. Down in Mississippi, down in New Orleans. Yeah. قاسمو کشتم بیچاره اکبر بس کنی! اون موزیکو خفه کنی! بی خود داد بیداد نکن تا حالا هرچی دور میگرفتیم و چیزی نمیگفتیم حالا دیگه تموم شد دیگه اون داداشو گردن کلفته نیست که حتی دفاع کنه پله ها باش حسین کیه؟ علی رضاست مخفیگاهی خوبیه فقط سر و صدای اون رادیو فکر نمی کنی بی احتیاطی باشه بهتر اونو خفش کنی اینجا من دستور میدم اون رادیو رو خاموش کن خب بگو ببینم ترتیب فرار منو دادی یا نه؟ الان سفت هست که من زیر این شیروانی اسیر هستم
ممکنه یکی دو ماه دیگه مسیر باشی. عکست همه جا چاپ شده. قیافت برای خیلی آشناست. وضعم ناجوره. مامورین همه جا مراقبن. تا از مرتضی خبر نرسه تو نباید حرکت کنی. و تو اون موقع بهتره که اینو به خاطر داشته باشی که من و بقیه بچه‌ها اگه داریم به تو کمک میکنیم فقط به خاطر برادرت قاسمه. این خودخواهی کل شقی تو از خود راضی بودنت ممکنه برات گرون تموم بشه. بقیه بچه‌ها ممکنه به اندازه من صبر و حوصله نداشته باشن. فعلا خداحافظ. چرا میذاری با تو اینطوری حرف بزنه؟ اون باید به تو احترام بذاره. مهم نیست. کم کم همه اونا میفهمن که جانشین قاسم کیه. ماری اول من باید انتقام برادرمو از اون پس فطرت بگیرم. من باید مرادو پیدا کنم و بکشمش. Oh, no, no, no.
ندانم به کجایی، درگا و دریغا به کنارم تو نیایی. من بی تو چنانم که دو چشم تو نبی گردو. اینم از این که گردو باش نیستیم، بعد وقتا بدیم من گردو هاتونو، اینو میگن گردو باش. پاشو هایا کن تانلا. برو خونه، خجالت نمیشی با این بچه هایی که نصف تو هن گردو بازی میکنی؟ بریم باشی آقا، تو نمیم با من بازی کنی، من میرم با بچه ها بازی کنم. تو کی میخوای آدم بشی؟ من که دیگه زله شدم از دست تو، آبروی منو بردی که باشه آلم بسرم، از دستم چی شده؟ مگه چی کار کرده؟ خفه شد تو دیگه، چیزی نگو، اگه بخوای حرف بزنی میکشمش. همین تو چرا اینقدر سر به سر این بچه میذاری؟ آخه مگه چی کار کرده؟ گفتم اگه تو بخوای حرف بزنی میکشمش، دیگه چیزی نگو. برو تو پسر یه رو بسرم رو میکشه. خیلی خوب من چیزی نمیگم، تو نکش. صبح گردو بازی، زور گردو بازی، شب گردو بازی، همین؟ پسره بیچور، تو رو باید زن دادم. من به سن و سال تو که بودم زن داشتم، زن که داشتم هیچی، تو رم پس انداخته بودم. یه وجب زمینم داشتم که نون شبم رو میداد. میگن یه وجب زمین مال ننه بود؟ خبشو میگن تو اصلا به خاطر اون زمین ننمو گرفتی. بله، باید آدم کرد. از این به بعد دیگه گردو بازی تموم شده، خبری نیست. باید آدم بشی، باید فکر خونه و زندگیت باشی. دختر مشدلی رو برات میگیرم، اونو مجبورش میکنم که دخترشو به تو بده. اون به من مغروزه، باید قبول بکنه. دیگه از این بهتر چی میخواد؟ پسر کات خدا کبللی داماده. میدونم چرا میگی نه، تو دلت پیش مراده، اما دخترم این مراد به درد تو نمیخوره. یه خورده فکر کن، آخه اون چی داره که شما بتونین با هم دیگه زندگی بکنین؟ اون یه جوون فقیر و تنهاییه. آره پدر، مراد فقیره، اما جوون مردی و مردونگی داره، تنها نیست چون همیشه با خداست. ببین دخترم، تو دیگه خودتو به سرنوشت من دوچار نکن. من جوونیمو توی تنهایی و دور از همه تموم کردم، فقط برای یه چیز. مردم میگفتن تو چرا با یه دختر ایلاتی میخوای عروسی بکنی؟ بهم میگفتن یا این کارو نکن یا هممون به تو پشت میکنیم. خب منم مثل تو جوون بودم، به حرف مردم اصلا اهمیت ندادم و با مادرت عروسی کردم. خب مرادم که میخواد با یه دختر ایلاتی مثل خودش عروسی کنه، پس چرا باید همه تنهاش بذارم؟ مگه جریان قاسم یادت رفته دختر؟
یادت نیست چه علم شنگهی به پا کرد؟ سالهای سال بود که تو این ده از این اتفاقا نیفتاده بود. اون جوون شروریه، به خدا قسم نمیشه بهش اعتماد کرد. من بهش اعتماد دارم و میدونم اون جوون با خدا و شجاعیه، بی خود کاری نمی کنه. اصلا فکر منو نمی کنی. فکر نمی کنی که من به کد خدا بدهکارم. آخه من چجوری میتونم این همه قرضو بدم؟ من نمیدونم از کجا باید پول کد خدا رو بهش بدی، ولی خدا رو خوش نمیاد مرادو ول کنم و به خاطر بدهی شما با پسری کد خدا عروسی بکنم. آروم باش دخترم، حالا که چیزی نشده. کم خود کلبلی غلط کرد. خودتو ناراحت نکن، اون یه حرفی زد. این جماعت همیشه ناراضیه. این حرفا که دوستش ندارم و بیریخته و قدش کوتاست، برای ما دنیا دیده ها که حرف نمیشه. اون وقتا که ننمو میرفت خواستگاری از ما میپرسید که کیو دوست داری؟ میرفتم برامون زن میگرفتن، تموم شد و رفت. زنامونم الحمدلله همشو خوب و کاری بودن. کد خدا کبللی، تمام این حرفا درست، ولی حالا دیگه زمونه عوض شده. ای بابا، دخترای امروزه خیلی چیزا دلشون میخواد. تو خودت خوب میدونی که من هرچی دارم به این یه دونه پسرم میرسه که اونم به سلامتی فردا دوماد تو میشه. اون وقت منم طلبمو به تو میبخشم. آخه خدا رو خوش میاد. سلام آقا مرا. سلام، حالت چطوره؟ سلامت باشی. یه هفته از پیدات نیست. نبودم. کجا بودی؟ رفته بودم آبادی. خیر باشه، کار داشتی؟ سر جریان قاسم. رفته بودم پاسکار. تموم شد؟ ای مریم رو ندیدی؟ نه، خبری هم ازش نداری؟ نه، چطور مگه؟ تو این یه هفته خیلی سراغتو میگرفت، همش دنبالت میگشت. چیزی شده؟ واسط پیغوم فرستاده. چه پیغومی؟ فردا میره خونه شوهر. شوهر؟ چی؟ پس بی خبر؟ میخواست به تو خبر بده ولی تو نبودی. تو امرو برمیگردی غزل چشمه؟ آره. اگه دیدیش بهش بگو که منو دیدی و به هم گفتی. من میرم. باشه، به سلامت. تو چشمت به گوسفنده باشه که گم و گور نشن تا من یه نفر رو بفرستم بیاد. خیلی خوب. حتما برم، فردا دیر میشه. آقا این کار خوبی نیست. خودم اینو میدونم، ولی چاره ای ندارم. اگه این کار رو نکنم مریمو برای همیشه از دست میدم. خودت میدونی که این برای من خیلی مشکله. آخه کجا میخوای ببریش؟ هر کجا بخوای ببریش که از خدا کلبلی پیداتون میکنه. نه، فکراشو کردم. کد خدا اول میاد اینجا سراغم. فکر کد خدا نمیرسه. سه چهار روز اونجا میمونیم تا سر و صدا ها بیفته. اون وقت میبرمش آبادی، به امید خدا عقدش میکنم. تو مثل برادر من. من حرفامو جز تو به هیچ کس نمیتونم بزنم. اگه اتفاق تازه افتاد خبرشو به من بده. خاطرت جمع باشه مراد. خب، من دیگه میرم. برای من دعا کن. امیدت به خدا باشه، کمکت میکنه. برو مرد. خدا حافظ. خدا به همراه.
خب تخمی سلو سالی نداره، تو چند روز دیگه 27 سالش تموم میشه. تو این مدت همش گردو بازی کرده، هر دیروز تا حالا هر چی کردم حالیش کنم که چی کار باید بکنه تو کلش برو نرفت. برای همینم دست به دامن تو شدم، بلکه تو یه کاری بتونی بکنی. شما عوضی گرفتی، من فقط آواز میخونم و میرخصم. میدونم میفهمم، من که نمیخوام تو برای من کاری بکنی، که میخوام با اون حرف بزنی. اون مثل یه بچه است، هیچی نمیفهمه، هیچ وقت با زنی غیر از ننش حرفی نزده. میخوام تو باهاش صحبت کنی، برای فردا آمادش کنی، بهش بفهمونی که نباید از زن بترسه. هم من همین یه پسر رو دارم، نذار فردا آبرومو ببر. میخوام دیگه لازم نیست چیزی بگی، میفهمم. مثل اینکه خدا منو آفریده برای اینکه مردمو خوشحال کنم، به اونا کمک کنم که بدبختیاشونو فراموش کنم، ولی خودم خدا پیرت. حالا کجاست؟ تو همون اتاق. خبره؟ هیچی، اون تو عدسه، خوابیده، تو خواب داره با خودش حرف میزنه. بریم عزیزم، وقت استراحت. من کار دارم. کار دارم چیه زن، برو. چی خبره؟ مره که یک کشتیگیراست، احمقا، حیف از اون زور، حیف از اون جوانی که رو چه کارهای هدر میدن. بریم گام بجونم، بریم خوشگل جونم، خدا رو شکر که اقلا ما پیرا اینقدر بیشور نیستیم. قربونو هیکل کپولت برم. حالا چی خودشو گرفته؟ بابا مرادو ولش کن، خوش باش فردا عروسیته. یه شوهر احمق و پولدار نصیبت شده، شوهری که خدا میدونه باباش چقدر زمین و گاو و گوسفند داره، باید خدا رو شکر کنی. بعد میگم سر به سرش نذار. چی رو سر به سرش نذار؟ مثلا این خانم فکر میکنه الان مرادم تو فکر اینه، اون بابا الان یه نفر گیر آورده و باش خوشه. حرفشو بشون. چه؟ حالا دیدی؟ با چشمای خودتون دیدی؟ تو خیال میکنی چون عروسی من به چیزی نمیگم؟ لا 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 تو حسوده دوشه عجب برای من دوشه هم دیگه رو بکنی شما ها شما ها شما ها شما ها شما ها مراد اومد. بل کنی بسته مراد اومد. چه خبرتونه مراد اومد؟ چی؟ آره اومد، غلامو تو کشتی خاک کرد، بازبند پهلوانیشم به مشتلی داد. بری همه تون بریم بیرون، خودم تنهایی پیشش میمونم. فردا غذا کرده حاضر و آماده تحویلش میدم. برین که دیر وقت منم خوابم میاد. یالا دخترم یالا برین کار دارم. Thank you.
حرف نزد، هر روز هم خجالت، یه سر به سرش نذاری. عدس، عدس کجا رفته؟ ای لعنت بر شیطان، حتما رفته گردو بازی کنه. آخ، تو به اون رود بیاد، به 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 بلنش بیا ببینم خاک بر اون سرت کنم. عروس ول کردی اومدی سراغ این دختر مطربه چه کنی؟ برو فکر زنت باش، فکر عروسیت باش. این رقاصا که قابل نیستن تو باشون حرف بزنی. چی داری میگی؟ اونا بچه نیستن، اونا دوستان منم. به تو اجازه نمیدم که به اونا بی احترامی کنی و اجازه هم نداری به من نیشخند بزنی. من خوب میدونم که تو از من متنفری، همیشه از من نفرت داشتی. تو منو یه بچه لوس و نونار حساب میکنی، ولی من به تو به همه شما میفهمونم که منم مثل برادرم قاسم پر قدرتم. شماها از این به بعد باید از من دستور بگیرید. بزولی نکن پسر. بسه دیگه، نزنش. بگیر و با احترام صحبت کن. گوش کن ببین چی میگم. برادرت قاسم از بهترین رفیقای من بود و به خاطر همین دوستی و رفاقته که من تو این فرار کمکت میکنم. فردا ساعت 12 ده نفر از ما کمکت میکنن که از مرز رد بشه. اونا نزدیک سیاه کوه منتظرتن. بعد از قتل قاسم مامورین اینورا زیاد مراقبن. توی یه همچین وضع خطرناکی تو یه روز قبل از موعد مقرر پیدا شده، اونم با دوتا بچه سر و هوا. خدا همین به آب بدین. من میخوام انتقام برادرمو بگیرم. انتقام؟ من باید مرادو بکشم. مراد؟ نصف این که میخوایی برای خودت درد سر درست کنی. تو الان به خاطر قتل یه نفر تحت تعقیب هستی. به خاطر همین قتل احمقانت برای همه ما درد سر درست کردی. قرار تو از مرز جون 10-15 نفر از ماها رو تو خطر انداخته و حالا باز نقشه احمقانه دیگه ای کشیدی. من به تو اجازه نمیدم. درسته که مراد باعث دستگیری قاسم و مرگ اون شد، ولی آخه تو اونو نمیشناسی پسر، ندیدیش؟ اون الان تو این کوها عقب گوسفنداش ویلونه. پیدا کردن اون به قیمت جون تو تموم میشه، جون تو و دستگیری همدستای ما. نه، من نمیذارم تو این کارو بکنی.
سردم. یک چیزی بهم بدی. کادشو بیار. این مال تو. این باید بدون مراد کجاست. برفش بریم. بگو بینم مراد کجاست. بله من خبر ندارم مراد کجاست. یالا بنال بینم. گفتم من نمیدونم کجاست. بگو پسر بله همینجا چالت میکنم. آخه من چه میدونم مراد کجاست. بینم کجاست. نمیدونم. نمیدونم. حالا بگو مراد تو آلونک. تو آلونک؟ کدوم آلونک؟ آلونک سیاکو. تمومش کن. پاش بریم. عجله کن. Thank you.
تو هم حاشا ندارم و از حرف مردم بعد از این پروا ندارم. آسیم سر چون بار سر سر کاری به جز آشفتگی در صحرا ندارم. سودم همین که زندگانی در سر به غیر از مهربانی سودا ندارم. داره میاد. چی؟ یالا همه چی رو جمع کن. خیلی خوب. زود باش. خیلی خوب. این آتیش هم باید از بین بود. بریم تو. نه اون تو نرو، ممکنه غافل گیرمون بکنه. بگو تو پنگاشونو بندازن زمین.
زود باش بایلا میکشمش. هر کاری میگه بکنید. شما چی هستی؟ برای چی اینجا اومدی؟ آیا این شرط مهمون نوازی شماست؟ ما مثل دوست اینجا اومدیم. شکار چی هستیم؟ میگفتن که این کوه شکار زیاد داره، ولی کسی نگفت که ممکنه خود آدمو شکار کنه. اسمت چیه؟ مراد. بفرمایید. منو ببخشین، من فکر کردم که الان آتیشو دوباره روشن میکنم. میخواییم براتون چایی درست کنم؟ سلام. برو پتوها رو بیار. خب مراد، تعریف کن ببینم وضع شکار این کوهات چطوره؟ خیلی خوبه، خیلی. اتفاقا خوب موقعی اومدی. این موقع سال این برا پر از شکاره. صبح سحر یک گلشون رو میتونیم ببینید. تو دامنه کوه سینه‌شون رو سپر آفتاب کردن. ببینم، تو راهو بلدی؟ من بچه اینجا، هر کی میاد اینجا شکار سراغ منو میگیره. این آلونک من رو همین ساختن، ولی نمیتونم با شما بیام، آخه کار دارم. چه کار داری؟ میخوام برم آبادی. تو فردا با ما بیا، خودمون با ماشین میبریمتون آبادی. از این بهتر چی میخوایی؟ الان پاشو برو بخواب، فردا اول صبح بیدارمون کن که با هم بریم. خیلی خوب. خب چیزی نمیخوایی؟ نه. کجا میری؟ میخوای اونا بفهمن که زن و شوهر نیستیم؟ تو پشیمونی؟ از چی؟ از فرارم. نه. تو چطور؟ منم نیستم. تو بچه دوست داری؟ نمیدونم. حالا که موقع این حرفا نیست که. ولی من خیلی بچه دوست دارم. دلم میخواد 12 تا بچه داشته باشم. اون وقت همینجا دور از همه بزرگشون کنیم. من از اینجا خیلی خوشم اومده. آب داره، زمینشم برای زراعت خوبه. میتونیم همینجا بمونیم و زندگی کنیم. نمیشه؟ چرا میشه؟ ولی تو بعد از یه مدتی حوصلت سر میره. آخه کسی رو نداری که باهاش حرف بزنی. من کسی رو نمیخوام. اینجا همه چی هست. همینجا میمونیم. منم اینجا رو خیلی دوست دارم. یه دفعه 2 سال تموم همینجا تو همین آلونک زندگی کردم، زمستون و تابستون. حالا اگه تو بخوای، اگه واقعا بخوای، من حرفی ندارم، همینجا میمونیم. برای اینکه منم دیگه از دستیم دلم میخواد مراد. راستی اینا کی هم؟ مثل اینکه باشون قرار گذاشتی بری شکار. آره، ولی من زیاد ازشون خوشم نیمده. آدم های مرموزی به نظر میان. من نمیفهمم چرا لفتش میدی؟ کلکیش همین الان بکنیم دیگه. نه، برای گرفتن این انتقام من 2 ماهی که انتظار میکشم. باید طوری از اون انتقام بگیرم که قلبم خنک بشه. این دختره عجب چیزی بود. فکرشو بکن، تمام شب من باید اینجا تنها بخوابم، تو این بیابون، تو این سرما. خونشو باید ذره ذره بریزم که زجر کش بشه. باید تلافی این 2 ماهو در بیارم. Bye.
برو جلو، برو جلو. ببینی پسرم، میبینی من همه این مسافر تو کردم. بیا بریم گرد و بوزی. تو دیگه مرد شدی، بزرگ شدی، بابا جان زندار شدی. چی دار شدم؟ بازی رو بذار کنار. آخه تو کی میخوای آدم بشی؟ من هم گردو، کی گردو بازی پسر جو؟ من گردو و بچی میخوام. بگو نه تو هم با من بیا. نه من که نباید بیا، جرأت داشته باش. همون که گفت. حالا بیا بیا. حالا باید جورا بشی در جورم. آره مادر بزرگ باش. ای نمیشه. چرا میشه مادر؟ شفتی ننه. نه بکشتر. بیا اخ چی بویا میده ننه جو. من نمیخوام. چی رفته همون؟ ببین مال من چی تمیزه. بکن بکن بکن. آها آن دوتا شستاشونو به هم بشست. ننه جو شفت من گنده تری. ببین ما رو تنها گذاشتن. خبری شو؟ مثل این که خبری نیست. پس یالا توفنگ سشنگ نداره، عروض خبر نداره. چرا برد یا تسرد یار دست بگه؟ توفنگ سشنگ نداره، عروض خبر نداره. چی کار میکنی پناه بر خودو؟ عروض خبر نداره، توفنگ سشنگ نداره. نمیدونی چی کار باید کرد؟ ببین عیبه، تو نباید لباس تو دراری. آه. آها اول باید اون یکی جوراب تو رو هم در بیارم. با تو بیار بالا. گگری گگری میرسی داری یه خبرهایی میشه. آیا دیدی کور شده ها؟ مگه بابا مردی که من کت خدا بشم؟ وا خدا نکنه. من خوابم میاد، من برم پیش ننم بخوام. نه سب کن، نرو. تو نباید بری. وای عجب گیری افتادم. میخوای آبرو ریزی کنی؟ چرا؟ تو باید همینجا بمونی. ما باید سه روز تموم اینجا بمونی. سه روز؟ آره. اون وقت اینجا چیکار کنی؟ گردو بازی. گردو بازی؟ آره. گردو داری؟ آره دارم. پس بشی رو زمین بوزی بوزی کنی. بیا بشی اینا رو تمیز کنم. بیا رو کن گردواتو. یالا با اینا بازی کن. پس دیشب یارو راجب گردو بوزی به من حرفی نزد. ببینم دختر خبری نشده؟ هنوز که نکت خدا. ای ببری پسر. ای چرا ماتم گرفتی مشدلی؟ فکرش نکن درست میشه. نان جون، نانه جون، من تشنمه، بچو به من آب بده. ننه وای وای ننه ننه وای کجا چیه ننه جون چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو خیال کردی داره سر صدای راهی نسته شدیم به تو چه مرگه چه؟ عروس فرار کرده کدومه؟ عروس این
این پول واقعا قرار کرده. چطور جرأت کرده این کارو بکنه؟ من آتیشش میزنم، میکشمش، تو رو میکشم، پدرتو در میارم. این آبروریزیه، با حیثیت خانوادگی من خالی شده. تو رو دندونیت میکنم، حبست میکنم. من این دختر مرپریده تو رو هر جا که باشه پیداش میکنم و کنیز پسر خودم میکنم. باید به خاطر این رو گروگان ماست. قد جام نکنم. توفنگ اون الان فقط دو تا پیشنگ داره. به این سادگی هم این دو تا پیشنگ رو از دست نمیده. اینقدر هم احمق نیست. قبل از اینکه از این دو تا پیشنگ استفاده کنه مجبوره دو مرتبه توفنگشو پر بکنه. اونو ولش کن، دختره رو برداریم بریم. نه، ما باید سعی کنیم اونو همینجا تا زور بچرخونیم. سیاکو همین بغله، مرتضی رو داره دستش ساعت 12 میرسن. اون وقت لحظه ای که منتظرش هم به دست میاد. اگه ما تو رو با خودمون ببریم اون مجبور میشه دنبالت بیاد. اون وقت نقشه خودم عملی میکنم. یلا را بیافت زود باشه. باید یه گوله داغون نکنم هر چی میگم گوش کن. فهمیدی؟ جواد بهتره تو از اون ور بری، منم از این ور میرم. اینطوری مجبوره هر دوی ما رو بپاد. تو تر بیا. Çık!
زندگیش چرت میکنم. برای شو زندگی من رو از بردی. تو میخواستی من رو سشت بدیاره؟ که تیر خورده. چی شده؟ اکبر. چه اتفاقی افتاده؟ اکبر کجا؟ اون بالا. مراد. بریم از این طرف. بریم. تیرت کجا بود؟ یه دم پایین. تو زخمی شدی؟ نه. چرا؟ حالت چطوره؟ چیزی نیست. خوبه. تو بهتره مواظب اونا باشی. تو به اونا کاری نداشته باش. بگو ببینم حالت چطوره. من خوبم. مطمئنی؟ باور کن. فسر. زخم اذیتت نمی کنه؟ نه. میتونی کمک کنی؟ آره. پس بگیر. اون تپان ادهشونم خیلی زیاده. اینا که انتو اونا رو میشناسی؟ این مرتضاو داره دستشه. هیچ نشه. امیده به خدا باشه. میرم اون طرف. مواظب خودت باش. نه نمیشه. هیچ کاری نمیتونی بکنیم. اونا از دو طرف مواظبن. به همه جا مسلطن. حسابتو با قاسم جدا. من با تو هیچ کاری ندارم. تو رو به خدا جون خودتو بیشتر به خطر ندار. رو نداره چند خونه برای از بین برده.
اول با بیستیم به پاسگاه اطلاع بدین که هر چه زودتر نفرات کمکی بفرستن. بگو از دره جنوب شرقی سیاکوبی هم. من اونجا منتظرتونم. عجله کنین. هر چه زودتر خودتون برسونین. بریم. پشنگای منم مدتیه تموم شده. خدایا حالا چی کار کنیم؟ متوجه شدی مرتضا؟ الان 5 دقیقه است که تیراندازی نمی کنم. آره منم تو همین فکرم. مثل این که فشنگاشون ته کشیده. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ نمیدونم. بچه ها شلیک نکنین. مراد صدای منو بشنوید. ما میدونیم که فشنگاتون تموم شده. پس بهتره تسلیم بشین. ما با شما کاری نداریم. اسلحه رو بندازین زمین و بیاییم بیرون. فکر میکنی راست میگن؟ من اینا رو میشناسم. اونا دستبردار نیستن. هر دومونو میکشن. خدای من. گوش کن مریم. من میرم خودم رو تسلیم میکنم. تو هم از همین طرف برو. نه من نمیرم. چاره ای نداری. تا من خودمو بهشون برسونم تو وقت داری که خودتو نجات بدی. از همین راه برو میری به آبادی. نه برو. دستتونم رو بریم بالا. شما محاصره شدین. خدایا شکرت. خدایا شکرت که ما را از دست این بیدینا نجات دادی. یلا جبا بیه پایی تلاشا. یلا یلا بیه پایی. به جا میزو داشه. چرا باش شدی بیه پایی. دستتون بر بالا. بیه پایی یلا. گفتی جلو. گفتی جلو. من فقط برای دفاع از جون خودم و مریم آدم کشتم. چیزی نیست. سلام جانم. سلام. سلام جانم. به تبریک میگم. روح قهرمان نمیرد. به
لسان روح نهالی که تشنه تکرار خیش است، چونان که نواده برومند مراد نیز او را در خطه شمال تکرار می کنند. از سینمای ایران، فیلمی که با ماجراهای عجیب و پی در پی و صحنه‌های گوناگونش تا اعماق روح و قلب شما نفوذ می‌کند. سرنوشتی عجیب، داستانی تکان دهنده و افقی وسیع برای درخشش فریب، عشق و ایمان. ببینم فتنه، منظورت از این کارا چیه؟ هیچی، فقط می‌خوام قبل از اینکه آبگل جوانی تو با خودش ببره مزه خوشی رو بهت بفهمونم. و زندگی سعید چون رودی خشمگین و بیارام، گل جوانی او را زمانی بر فراز قله‌های خوشبختی و سعادت می‌برد و زمانی به قعر دره‌های بدبختی. زمانی چنان رانده و مطرود اجتماع بود که هیچ کس را بر او دل نمی‌سوخت و زمانی چنان محبوب و بزرگوار که قلب تمام اطرافیانش از محبت او پر می‌شد و او در نظرشان قهرمانی افسانه‌ای می‌نمود. سرنوشت او همچون طوفانی عظیم، زندگی خانوادگی بزرگ و نجیب و مرگی پاک و ساده را به سوی تغییر و دگرگونی می‌کشید. ایمان، ایمان نمایشی است بس شگرف از ستیز و نبرد دو نیروی اهریمنی و راستی و تحلیلی است عمیق از سرشت و ذات آدمی. کمندم رو ببین ره زن دل هاست، من اون یار سیمین بدنم که ده گل لطیف تر زنم، به این خوشنی منم مثل گل لطیف بدنم، از گل میریزه ده زنم هوا سر به لب کنم. سعید سب کن، سب کن سعید، این چیزا نمیتونه تو رو نجات بده. نبر از سر رام برو کنار، بگر نه منه میزنی. نگاه کن به پات میافتم، من نمیکنم اونا رو نبری. یک گروه از هنرپیشگان بزرگ سینمای ایران عهده‌دار نقش‌های این اثر درخشان و بی‌همانندند. بهروز وثوقی با یک هنرنمایی عجیب و خارق‌العاده همراه با سودابه، بهشتی، ایران قادری، یدی، امیر فضلی، ساقی، تجدد، لیلا فروهر، آهای گوش کنی، و کمدین محبوب و مشهور سینما همایون. هم که این مستی پشت ماشین نشستی، هم که این مستی پشت ماشین نشستی، چند تا رو بیتون کردی خودتو تو زندون کردی، رانندگی آبودکا چه کنی؟ سینمای ایران با تقدیم این داستان بزرگ و هیجان بخش، داستانی که در شمار آثار فراموش نشدنی سینماست، پیروزی جدیدی برای خیش کسب میکند. ایمان، شاهکاری بی همتا بر تاروش آثار موفق سینمای ایران. ایمان به کارگردانی مهدی رئیس ویروس، محصول استودیو مهرگان. سخن از رنج، سخن از حسادت، نیرنگ، دوستی، عشق و سخن از تنهایی و هر حادثه ممکن است روی دهد به هنگامی که یک مرد تنهاست و برای فرار از تنهایی راه گریز می‌جوید. چرا مرد به راه خطا اشتباه گام می نهد؟ چرا در تصمیم همیشه تردید هست؟ آیا ما از پنجره کوچک به اقیانوس زندگی می نگریم و آنچه را که می بینیم صورتی است از میلیون ها صورت پر تعبیر یک قضیه؟
پنجره. از میان تمام چیزها عشق پیوندی بیشتر با وجودشان داشت و در مثلث عشق به هنگامی که یک سو به اوج نشاط و سرمستی ها می رسید گوشه دیگر آبستن حوادث هراس انگیز بود. پنجره هدیه دیگر از تهیه کننده آثار برتر و پیشرو به سینمای ایران علی عباسی. در فیلم پنجره کهکشانی از ستارگان محبوب می درخشند. بهروز بسوقی ستایش شده به خاطر هنرمایه های درخشانش در آثار بزرگ سینمای ایران. بهروز بسوقی هنرمندی که بازیگری سینما را به مقیاسی جهانی رساند. به همراهش گوگوش، فرخ ساجدی، حسن رضیانی، جاله، مهرزاد، حسن خیاط باشی، نیکتاج صبری، مهدوی و با معرفی استعداد جدید نوستاره زیبا نوری کسرائی، چهره دوست داشتنی فردای سینما. به شیوهی متفاوت و دیگرگون آواز در این فیلم شرح حالات مختلف قهرمانان داستان است. عاشقانی را میبینید که جز تنهایی هیچ چیز ندارند، بدینسان که خواننده برگزیده مردم میگوید: دنیا عاشق همیشه تنها میمونه، اینو دل سابرده من هم میدونه. واسه همینه پنجره تجلیگاه عشق، کمینگاه ماجرا، نظارگاه شکوهمند برای نگریستن اوج هیجانات زندگی و حوادث اعجاب آور. پنجره نامی برای ستایش به عنوان یک فیلم بزرگ. پنجره یک فیلم از کارگردان زبردست و نوآور جلال مقدم، فیلمبردار کنی، موزیک از منفردزاده، تولید و پخش از سازمان سینمایی پیام. کام خود فرو برد، جنایتی ننگین و وحشیانه که تهدیدگر جانها به مرگ بود و چون سیلابی خروشان به دنبال خود جز نابودی و غم چیزی بر جای نماند. عشقی لطیف و عمیق در نخستین روزهای جوانی و امید و سودایی شیطانی و ناجوان مردانه برای ربودن دسترنج دیگران پایه‌های اثر موفق و شورانگیز دیگری است از امیر شهرام. فیلمی با نام دزد سیاه‌پوش. توقف کنید الا شنه چی؟ دزد سیاه‌پوش نقشی مناسب و پیروزی جدیدی برای بهروز بسوقی. ساکت باشی، من با شما کاری ندارم. تو کی هستی؟ چرا اومدی تو اتاق من؟ اون یه دزد بدنامه. نه شهرام، اون دزد نیست. چرا؟ نمیتونه. از هر سو داغ ننگ بر پیشانیش میخورد، لیکن باز بدون اعتنا به گفته های دیگران رشته کارهای خود را رها نمیزاد. سیاهی شب برای او فرصتی بود تا از چشم قانون و مردمانی که نفرینش میکردند پنهان باشد. و جامعه سیاه نشانه سرنوشت سیاهی بود که دیگران به اجبار به او تحمیل کردند. دزد سیاه پوش. به خاطر همین پول بود که میخواستم من تو رو زنده زنده تو آتیشا بسوزونن. اما حالا من میخوام انتقام خودم از این مردم بگیرم. میخوام از همونه که سعادت ما رو مثل زباله زیر پاشون له کردن تقاص بکشم. مادر، وقتی یکی از این پول دارا رو میبینم که برای پولی که ازش دزدیدم مثل زن بچه مرده ماتم گرفته کیف میکنم، لذت میبرم. دلم میخواد به قیافه ماتم زدهشون از تایی دلم بخندم. میفهمی چی؟ مادر، دلم میخواد بخندم. مردمانی که روزگاری با بیرحمی و شهابت از دنیای آرام کودکیش جهنمی هولناک ساخته بودند، اینک در روزگار جوانی پرتوان او آماج نفرت و هدف خشم و انتقامش بودند. همه این بدبختی های دنیا زیر سر این پول لاکل دار. خاک بر فرقتون بارم، کسافت ها، من ازتون متنفرم. حسن ای بخوام ریختتون ببینم. بازی عجیب سرنوشت او را بر سر راه مرگی نهاد تا از او جوانی خشن و بیرحم و آسی و سرکش بسازد.
جوانی با نام دزد سیاه‌پوش. به خودت، جوانی مثل تو حیف نیست که دست به این کارا بزنی. شما واسه موعظه کردن 20 سال دیر به طور من خوردی. وح دلم به هم خورد. وح الهی که درد بلای هر سی چرتایی تو رو قلمبه بشه مثل تو پشربدر بخوره تو کاسه سر اون آقا با چه بودی؟ با تو بودا نقل عبد بیتر که من تو رو دوست دارم، میخوام در کنار تو خوشبخت باشم. اگه منو دوست داری راه زندگی تو عوض کن. شاید با یک دست برد ماهرانه و یک سرقت کنان بتوان به سعادتی دروغین و زودگذر دست یافت. شاید با یک فرار برای مدتی بتوان از چنگال قانون و مجازات گریخت. اگه تکون بخوری داغونت میکنم. لیکن ترس از مکافات اعمال گذشته، ترس از انتقام اجتماع که بوی خون و مرگ از آن میامد، ترس از دست دادن عشق و محبتی که زندگیش به آن بستگی داشت، روزهای سیاه دزد سیاه پوش را سیاه تر و تاریک تر می زاد. نفیش مادر، این تنها کاریشو باید بکنم. میخوام یه آتیشی بپا کنم که تمام دنیا رو بسوزونم. میخوام یه جهنم درست کنم. امشب سخن با من بگو از آرزو، ای چشمان جادو چشم سیه بکشم، مگر من بال و پر بکشایم به هر سو. دزد سیاه پوش با هنرنمایی چهره های درخشان و محبوب سینما، بهروز وثوقی، کوری بنایی، کتایون، بوتیمار، بهشتی، خواجوی، مینا، مدین بیرقیب، تقی ظهوری. من دلم میشنگه میونه خوش کلاب بچه کیفی داره میونه مقبولا مایه دو تیکه آخ پای مرمر راستشون نگفتی توری یا پر. دزد سیاه پوش، دزد سیاه پوش، یک اثر گرم و التهاب آور، فیلمی که هر صحنه و هر لحظه‌اش بر قلب‌ها اثر خواهد کرد. دزد سیاه پوش، محصول استودیو میساقی.